سلام و شب بخیر میگیم حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون تیشک. با برنامه نگاه در خدمت شما عزیزان هستیم به همراه مهمان امشب برنامه ما آقای بهروز فراهانی از فعالان سیاسی که قصداریم در خدمت ایشون نگاهی داشته باشیم به عملکرد دولت روحانی در رأس ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران. آقای فراهانی سلام، شب خیر و خیلی خوش آمدید به برنامه امشب ما. سلام بر شما و بینندگان عزیز تلویزیون شما و تشکر از اینکه هر شب وقتی به من فرصت میدید یک گپی با اونها داشته باشم. خواهش می‌کنم. خب آقای فراهانی نگاه کنیم به عملکرد دولت روحانی، البته وارد جزئیات خواهیم شد و به تک تک موارد خواهیم پرداخت، اما به طور کلی این عملکردی خودش به اصطلاح گزارش 100 روزه ای داد، این عملکرد رو به طور کلی در چه حد دیدید و نشان از واقعیت ها و چیزهایی که به دور از چشم مونده بود؟ ببینید، واقعیتش اینه که این گزارشی که اینها خودشون دادن اولندش قبل از هر چیزی خلف وعده است. برای اینکه آقای روحانی وقتی که داشت انتخاب میشد مسئله ای رو مطرح کرد که البته همون موقع هم به راحتی میشد گفت که این هرگز نخواهد تونست که این وعدش رو وفا بکنه، و اون این بود که گفت من برنامه 2 ماهه، 3 ماهه، برنامه 4 ماهه، برنامه 1 ساله و 4 ساله دارم، و مردم بعد از 100 روز تغییر خودشون رو در وضعیت زندگی خودشون رو خواهند دید و خودشون در واقع ملاک این رو خواهند قرار داد برای اینکه من کارهایی رو که گفتم دارم انجام میدم. موقعی که روز 100 روز شد، 3 ماه تموم شد، رسیدیم به 100 روزی که به طور سمبولیک این رو انتخاب میکنند، نمایندگان ایشون اومدن و گفتن که وضع خرابتر از اونی بوده که ما فکر میکردیم و توی این 100 روز ما نتونستیم برنامه خودمون رو پیاده بکنیم، بلکه فقط تونستیم که یک حالت مشورتی رو ایجاد بکنیم و از گروه های مختلف مردم در واقع اطلاعات بگیریم، وضعیت سازمان ها و نهادها رو ببینیم، و به این نتیجه هم رسیدیم که به واقع ما یک دولت خیلی برشکسته‌ای داریم و این هم نتیجه کارهای دولت‌های دو دوره آقای احمدی نژاد بود. و الان هم که ما نگاه میکنیم اخباری که میاد، صحبتهایی که گویندگان و سخنگویان دولت روحانی مطرح میکنن، دائما مسئله تحریم ها از یک طرف و بیلیاقتی های آقای احمدی نژاد رو مد نظر میدن. هم تحریم ها درسته، هم بیلیاقتی دولت احمدی نژاد درسته، ولی علت و لعل نه اونه نه اینه. واقعیتش اینه که در تا اونجایی که به سیاست های کلان اقتصادی مربوط میشه، تا امروز آن چیزی که نمایندگان آقای روحانی مطرح کردن چیزی جز ادامه همون سیاست های احمدی نژاد نیست، که خود سیاست های احمدی نژاد هم چیزی جز ادامه سیاست های آقای خاتمی نبود و سیاست های آقای خاتمی هم چیزی جز ادامه سیاست های آقای رفسنجانی نبود. یک خطی اینها رو به هم دیگه متصل میکنه و اون اینه که از اونجایی که از بعد از پایان جنگ با عراق دولت‌های جمهوری اسلامی سعی کردند که خودشون رو وارد نهادهای بین‌المللی سرمایه جهانی بکنن، وارد صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و همه این مناسباتی که وجود داره بکنن، آن چیزی که در ایران از دولت آقای رفسنجانی تا امروزی که من و شما با هم صحبت می‌کنیم پیاده شده، سیاست‌های کلاسیک نئولیبرالی بوده که صندوق بین‌المللی پول و اقتصاددانان نئولیبرال این رو تجویز کردند. در همه جا این سیاست ها با خودش خانه خرابی و کاهش قدرت خرید توده های مردم رو داشته، در کشورهایی به شورش انجام میده، در کشورهایی به ورشکستگی کامل دولت انجام میده. نمونهش زیاده، یعنی اگر فرصت داشته باشیم بخوایم بررسی بکنیم، کشور مکزیک رو میشه گفت، آرژانتین رو میشه گفت، اندونزی رو در آسیای جنوب شرقی میشه گفت، روسیه دوران التسین رو میشه مطرح کرد و همینجور نمونه ها زیاد هست. همینجور بحران پشت بحران آورده، ولی این اقتصاددانان نئولیبرال این رو ادامه دادن. برنامه سیاست های ریاضت اقتصادی، سرشکن کردن بحران روی توده های مردم، که حقوق بگیران ثابت، چه کارگر چه بقیه اقشار حقوق بگیر، همه اینها ضرر کردن از اینجا. الان تو اروپا ما شاهد این هستیم که الان این بحرانی که همینجور ادامه داره و علارغم تبلیغاتی که میکنن بعد 8 سال که ازش میگذره ما باز هم وارد 8 سال شدیم، در واقع باز هم از رشدهای بسیار اندکی 1%، 1.5% و غیره صحبت میشه. اینجا ها همون سیاست های ریاضت اقتصادی هست، چون واقعیتش اینه که سرمایه جهانی الان یک سری سیاست های نئولیبرالی رو کماف سابق داره اجازه میده، علارغم این بحرانی که ایجاد شده و علارغم تمام فجایع انسانی که به وجود آورده. دولت آقای روحانی
تا این لحظه نعل به نعل همون سیاست ها رو داره پیاده میکنه با شیوه های دیگه. یعنی اگر آقای احمدی نژاد سازمان برنامه‌ریزی رو بست، آمار رو ممنوع اعلام کرد که بتونه هر کاری دلش بخواد بکنه، اینا دارن اینا رو باز میکنن، یه سری ابزاری رو دارن آزاد میکنن، ولی سیاست های عمومی که اینها دارن مطرح میکنن دقیقاً همون سیاست های دوره آقای احمدی نژاد و همونجوری گفتم همه دولت هاست. یعنی به لحاظ سیاست های کلان، سیاست دولت روحانی تفاوت ماهوی با سیاست های قبلی نداشته و نخواهد داشت. وقتی شما حرفایی رو که اینها زدن نگاه کنید که امیدوارم فرصت داشته باشیم بهش بپردازیم. یعنی اگر من بخوام جمع‌بندی میکنم، یک، تا اونجایی که به عملکرد واقعیش مطرح میشه خودشون دارن میگن که کاری نکردن. تورمی که 32% بوده در اواخر دوره آقای احمدی نژاد، امروز طبق آمار رسمی خودشون از مرز 40% گذشته. تمام امیدشون به این هست که مذاکراتشون با قدرت‌های بزرگ در رأسش آمریکا به نتیجه برسه، بخشی از سپرده‌ها آزاد بشه، فشار تحریم کم بشه، دلار به ایران وارد بشه، تا اینها بتونن سیاست‌های خودشون پیاده بکنن. ولی اونجایی که این سیاست‌ها رو اعلام کردن دقیقاً سیاست‌های نوع احمدی نژاد و خاتمی و رفسنجانی هست. و از این زاویه اگر بخواید از من بپرسید که این دولت تدبیر و اعتدال چه تفاوتی با دولت احمدی نژاد یا دولت اصلاحات آقای خاتمی یا دولت سازندگی آقای رفسنجانی داره، باید بگم به واقع هیچ چیز. یک چه تفاوتی با هم دیگه دارن و اون تفاوت اینه که این درآمدهای هنگفت نفتی که وجود داشت که آقای احمدی نژاد تقسیمش کرد، الان در دوره آقای روحانی به نوع دیگه‌ای قرار تقسیم بشه. به واقع اینه که یک ائتلافی شکل گرفت در این انتخابات بین جناح آقای رفسنجانی، بخشی از اصلاح طلبای نوع خاتمی و اصولگرایان معتدل مثل آقای روحانی که در ضدیتشون با جناح احمدی نژاد متحد بودند. یعنی از به قول معروف نه از حب علی، از بغض مقاویه بود که اینها با دور هم جمع شدند. و دقیقاً این روی کار اومدن کادرهای قبلی دوره آقای رفسنجانی رو با خودش داشت. و اگر بخوایم به زبان اقتصاد ایران صحبت بکنیم، باید اینجوری بگیم که یه سری کلان سرمایه‌دار در دوره آقای رفسنجانی تو ایران ایجاد شدند که مردم بلافاصله به اسم اینها رو گذاشتن آقازاده ها، کسانی که از طریق نزدیکیشون به قدرت، از طریق فامیل بودن، از طریق همکار بودن و غیره، در دوره آقای رفسنجانی با اولین موج بزرگ خصوصی سازی ها که اسمش رو باید نگذاشت خصوصی سازی، بلکه باید گفت تاراج بیت المال، تاراج بخش عمومی و اون چیزی که در دست دولت بود و دادنش، واگذار کردنش به خصوصی، که بخش به اصطلاح خصوصی که در واقع اطرافیان احمدی نژاد بودن، یک حلقه‌ای از کلان سرمایه‌داران شکل گرفتن. آقای رفسنجانی یک حلقه‌ای شکل گرفتن که بهش میگن، مردم بهشون به درستی میگفتن آقازاده ها. خودشون آماری که دادن، تمام این آماری که من میدم آمار دولتیه، هیچ کدوم از آماری که اپوزیسیون گفته باشه که بشه گفت که نه این تبلیغات است و غیره رو من مورد استفاده قرار نمیدم. خود اینها در گزارشاتی که دادن، چه بخش اقتصادی مجلس چه بانک مرکزی، مطرح کردن که در دوره آقای رفسنجانی 31% خصوصی سازی ها به صورت مزایده و به اصطلاح مطرح کردنش برای همه از طریق بورس و غیره نبوده، بلکه به صورت دو جانبه و از طریق واگذاری بوده. یعنی دولت آقای رفسنجانی آدم هایی که مورد اعتمادش بودن صدا میکرد، میگفت ما این چیز دولتی رو میخوایم بفروشیم، قیمتش هم اینقدر هست، شما بدید بگیرید ببرید، بدون هیچ کنترلی، بدون اینکه هیچ حسابی به کسی پس داده بشه. 31%، یعنی 1/3 از هر 3 بخش دولتی که داده میشد به اصطلاح به مردم توی یومه، میدادنش به اطرافیان آقای رفسنجانی و کسانی که دوره ورش بودن، متحدینش بودن. این نسل اول در واقع آقازاده ها بود که تو ایران شکل گرفت. درسته؟ برمیگردیم به دوره آقای خاتمی که همین خصوصی سازی همینجا ادامه پیدا کرد. اصل 44 هم همینجور تفسیر کردن، تغییر کردن. تا دوره آقای خاتمی یک مقداری تغییر کرد، بیشتر از طریق بورس یا از طریق مزایده اینها بود، ولی بالاخره مثل همه جای دنیا میرسید دست اونهایی که مد نظر در واقع دولت بود. من نه به افتضاح دوره آقای رفسنجانی. دوره آقای احمدی نژاد خصوصی سازی ها شدت بیشتری گرفت. دلیلش هم این بود که قانون 44
اصل 44 قانون اساسی رو با تفسیر جدید آقای خامنه‌ای هر جور بندوبستی که روش بود برداشتند و دولت موظف شد که با سرعت زیاد هر آنچه که بخش اقتصادی در دست دولت هست رو واگذار بکنه در واقع به بخش خصوصی مثلا. آقای احمدی نژاد و دار دستش از این مسئله استفاده کردند و این رو دادن به دوروریای خودشون که عمدتاً دوروری سپاه پاسداران بودند. یک کلان سرمایه‌داران جدیدی شکل گرفتن در ایران که باید بهشون گفت نسل دوم آقازاده ها، که اینها هم این مالمیه که مردم رو تقسیم کردن بین خودشون، ثروت‌های هنگفتی رو گرفتن و از نظر کنترل هم بازم هیچ نوع کنترلی وجود نداشت. اصلا کسی نمیدونه که قرارگاه خاتم الانبیا چه کسی صاحبشه، سودش چجوری تقسیم میشه. این فرماندهان سابق سپاه پاسداران که شدن وزیرهای آقای احمدی نژاد و بخش بزرگی از این خصوصی سازی رو از آن خودشون کردن، چه جوری کردن، پولش رو از کجا آوردن. یک خصوصی سازی مافیایی نوع اول در دوره رفسنجانی شد، ادامه پیدا کرد دوره آقای خاتمی با کم و زیاد شدن ظاهرش و دوباره با اوج شیوه مافیایی توی آقای دوران آقای احمدی نژاد هم این ادامه پیدا کرد. این همون سیاست های نئولیبرالی هست که صندوق بین‌المللی پول میگه. برای همین هم بود که دولت احمدی نژاد به عنوان شاگرد نمونه، شاگرد اول اقتصاد نئولیبرالی در منطقه از طرف صندوق بین‌المللی پول 3 سال پیش معرفی شد. خانم لگردم که الان هست جای آقای استروسکان اومده، بارها تبریک گفته به دولت‌های جمهوری اسلامی که چقدر خوب این سیاست‌های نئولیبرالی رو دارن پیش می‌برن. درست این ائتلافی که تو این انتخاب شکل گرفت، شورش نسل اول در واقع آقازاده‌ها علیه این نسل دوم بود. و اینا وقتی که روی کار اومدن، حرفاشونه که شما نگاه میکردید دقیقاً میدیدید که چه چیزی میگه. مثلا آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت اجازه راندخاری نمیدهیم. بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نقش کلیدی در اقتصاد ایران داشته و خواهد داشت. باید تکیه بر نفت کاهش پیدا کند. بخش خصوصی غیر واقعی در انتظار فرصت هاست تا از راندها در نتیجه واگذاری ها استفاده کند. ما آنها را بخش خصوصی نمیدانیم. این اعلان جنگ به این نسل دوم به اصطلاح آقازاده ها بود که اومدن گفتن ما با کسان دیگه ای میخوایم کار بکنیم و توضیح هم دادن که بخش خصوصی اشعار تحصیل کرده و فهمیده کشور هستند. ما امروز نه به ضرورت بلکه به اعتقاد به این نظر رسیده ایم که نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور باید پررنگ بشه. و اتفاقا تقدیرم کردن از دولت هشتم آقای خاتمی که اونها در دادن یه سری امکانات بخش خصوصی چقدر نقش مهمی داشتن. خود آقای نهاوندیان که رئیس دفتر رئیس جمهور هست، رئیس اتاق بازرگانی در واقع تهران بود و یه مقداری هم حتی درگیری ایجاد شد، چون ضمن حفظ سمت و توی اتاق بازرگانی ایشون رئیس دفتر رئیس جمهور هم شده بودن. یعنی اسرار دولتی و اسرار بخش خصوصی کاملا از طریق ایشون به عنوان یه پل به همدیگه نقل و انتقال پیدا میکرد، که یک فاجعه بود که انقدر آشور بود که اینها مجبور شدن در واقع آشپز رو عوض بکنن و آقای نهاوندیان سمت خودش رو در اتاق بازرگانی تغییر داد، پس داد و طبیعتا یه نفر از طیف خودشون رو انتخاب کردند. خلاصه بخوام بهتون بگم ما همون سیاست ها رو ولی با تقسیم بین اقشار دیگه ای الان داریم. هیچ اتفاق جدی در این زمینه نیفتاده و این علت العلل ورشکستگی دولت هاست. تحریم ها 2 ساله که در ایران داره فشار میاره، در صورتی که خانه خرابی های کارگران و حقوق بگیران ثابت در ایران و از بین رفتن و کاهش قدرت جدی اقشار میانی در کنار اینها هم نتیجه این سیاست های عمومی بوده و این واگذاری ها به این شکلی که من گفتم. در نتیجه اگر بخوام پرچونگی نکنیم تو این قسمت، باید بگم که ما تا حالا هیچ تغییری ندیدیم. چرخا به همون سیاق سابق میچرخه. حتی این بودجه ایران که الان طرح اولیه‌ش رو آقای روحانی برده به مجلس و نکاتش دست ما رسیده، همان داستان سابقه، همون کسر بودجه هاست، همان شیوه هاست که خودش رو داره نشون میده. در نتیجه باید گفت که متاسفانه در زمین اقتصادی دولت اعتدال تدبیر هیچ تفاوت ماهیتی با دوره های قبل به خصوص خود آقای احمدی نژاد نداره. صرفا در تقسیم سود، در تقسیم رانت، آدم های دیگه ای رو اینها مد نظر قرار رسن و این شورش یک بخش از کلان سرمایه‌داران ایران در مقابل بخش دیگه ای بود که داشت اینا رو در واقع خفه میکرد. آقای فرانی، یکی از مهمترین ابعاد مثلا حکومت جمهوری اسلامی نه تنها روحانی، بود حقوق بشری هست. شما عملکرد روحانی رو با توجه به شعارهایی که در زمان انتخابات میداد که
ما نباید زندانی داشته باشیم و باید زندانها رو همه رو خالی کنیم. البته ظاهرا داره با اعدام این کاری میکنه، زندانها رو خالی میکنه. به هر حال این بود شما چطور میبینید؟ بله کاملا درسته، این نکته آخرتون خیلی درست است. آقای خمینی هم زندانها رو خالی کرد با کشتار بیش از 5000 نفر در تابستان خونین 67. جمهوری اسلامی هم به نظر میاد که الان در دوران آقای روحانی داره از طریق اعدام خالی میکنه. سازمان عفو بین الملل در هشدارهایی که اخیرا داده و توجه افکار عمومی رو جلب کرده به اینکه در ایران یک فاجعه داره اتفاق میفته، مطرح کرده که تعداد اعدام ها، فشار بر مخالفین و دیگراندیشان در ایران در حدی که الان هست در چند ماه اخیر در 20 سال گذشته سابقه نداشته. بیشترین فشار در واقع الان روی کسانی هست که یا با این دولت مخالفن یا شکل دیگه ای فکر میکنن، چه از طریق مذاهب مثل بهایی ها، چه بخصوص از طریق فشار آوردن به فعالین جنبش های اجتماعی و در رأس اون جنبش های ملی و کارگری. شما نگاه بکنید با یه سری اقدامات، یه سری چهرهای برجسته ای که نزدیک به جناهای دیگه در واقع حاکمیت هستن رو مثل خانم ستوده اینها رو آزاد کردن که خیلی هم هیچ کسی که طرفدار دموکراسی و حقوق بشر هست از این آزاد شدن ها نمیتونه خوشحال نشه. منتها بحث سر اینه که تا کجا این باید ادامه پیدا کنه و اساسا چرا باید کسانی به خاطر عقیده سیاسی و یا عقیدتی خودشون، مذهب خودشون و دیگر اندیشیشون در زندان باشن. اما دیدیم که این آزاد کردن ها خیلی انتخابی و کوتاه مدت و کسانی بود که به هر حال طبق قوانین خود جمهوری اسلامی هم باید آزاد می شدن. از اون طرف چی داریم می بینیم؟ اعدام های دست دسته فله ای رو داریم می بینیم و به خصوص اعدام فعالین جنبش کرد رو داریم می بینیم. کسانی که پای اعدام بودن و حکمشون هی عقب می افتاد رو الان دارن اعدام می کنن. فاجعه اعدام فعالین بلوچ رو ما دیدیم که در پاسخگویی به یک درگیری مرزی بین نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی و یک دسته مسلح مخالف بلوچ، اینها کسانی رو که در زندان بودند و اصلا ربطی به این ماجرا نداشتند و حکمشون هم صادر شده بود رو گرفتن و آوردن و اعدام کردن 16 نفرشون رو و با صدای بلند گفتن ما اینها رو اعدام کردیم، دقیقا در جواب به این درگیری که ایجاد شده. نه قانونی این وسط هست، حتی قانون شرعیشون هم این وسط عمل نمیکنه. کسانی رو که اصلا ربطی به اون نداشتن رو به عنوان گروگان اینها گرفتن و اعدام کردن و صدا از دیوار در اومد، از دولت روحانی در نیامد. یه نکته رو من بگم، البته تمام اینها رو به حساب شخص آقای روحانی یا کابینه روحانی نمیشه گذاشت، چون میدونید که در ایران قوه قضاییه کاملا مستقل از قوه مجریه و زیر نظر شخص رهبری کنترل میشه. الان رئیس قوه قضاییه در ایران وزیر دادگستری دولت روحانی نیست، بلکه رئیس قوه قضاییه آقای لاریجانی که از طریق آقای خامنه ای انتخاب میشه. این توی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم هست، یعنی رئیس قوه قضاییه مستقیما از طرف ولی فقیه انتخاب میشه. گفتم ولی فقر، واقعا ولی فقر با این وضعیتی که توی ایران را انداخته و به اون هم فقط پاسخگو است. یادمون باشه درگیری که احمدی نژاد پیدا کرده بود با همین قوه قضاییه، دستگیری نزدیکان آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور کشور خواست بره از زندان اوین بازدید بکنه، قوه قضاییه جلوش رو گرفت. یک همچین چیزی فقط در ایران میتونه اتفاق بیفته. این استقلالی که بین اینها هست که وزیر دادگستری مستقیما امور قضایی در واقع دستش نیست و این کاملا از اون سوا هست. اما از این که بگذریم، از این تفاوتی که بگذریم، ما هیچ جا ندیدیم که کسی بین اعتراض بکنه. وزیر دادگستری آقای روحانی یا خود آقای روحانی یا کسان دیگه حتی به طور ضمنی هم به این مسئله اعتراض نکردن، در نتیجه شریک جرم و در نتیجه اتفاقاتی که الان فاجعه‌ای که الان توی حقوق بشر داره اتفاق میفته توی ایران، این یک مسئولیتی که مشترک بر همه ایناست و مسئولیتش هم اگر ایشون فرمانده در واقع این تصمیمات نبوده، کسی هست که بر مقابل هم هیچ اقدامی رو نکرده و حتی اعتراض هم نکرده، پس ایشون هم درش شریک هستن. از طرف دیگه درست همون موقعی که خانم ستوده رو آزاد کردن، حکم زندان فعالین کارگری رو سنگین تر کردن. رضا شهابی رو اجازه معالجه درست بهش ندادن. بهنام ابراهیم زاده رو که 2 روز دیرتر از مرخصی که برای دیدن پسر سرطان زدش رفته بود در واقع اومد، 6 ماه محکومیتش بیشتر کردن. احضار فعالین جنبش کارگری دائما ادامه داره، میگیرنشون زندان نگه میدارن، وثیقه‌های بسیار سنگین بهشون میبندن، ایزار و اذیت و اخراج اینها کاملا ادامه داره. درست قبل از این برنامه ما دیدید که روی برنامه شما این گزارشی از نقض حقوق بشر در کردستان رو مطرح میکرد، دیدید همونجور ادامه داره.
تعداد همونجور هست، دانشجوها رو اخراج میکنن، فعالین رو میگیرن، زندانیان رو اعدام میکنن، همینجور این قضایه ادامه داره. و ما از این زاویه کوچکترین تفاوتی بین دولت احمدی نژاد و این دولت نمیبینیم، مگر اینکه تعداد اعدام های چه سیاسی چه غیر سیاسی که توسط این دولت از موقعی روی کار اومدن آقای روحانی انجام شده بسیار بیشتر از دوران آقای احمدی نژاد بود. میگن هر 7 ساعت تا 3 ماهه اول همین 100 روزه آقای روحانی هر 7 ساعت یک نفر توی ایران اعدام شده، چه سیاسی چه غیر سیاسی بزهکاران. شما ربطی بین این تشدید عملها و توافق ژنو میبینید؟ 100% 100% که این دوتا به هم مربوط است. ببینید، زیر فشار تحریم و اینکه اقتصاد ایران که یک اقتصاد وابسته است، کاملا ادغام شده است در سرمایه‌داری جهانی و بدون همکاری با سرمایه‌های بزرگ جهانی امپریالیستی نفس نمیتونه بکشه، شما دیدید که با این بحران با تحریمی که کردن دست ایران را از شبکه اعتباری جهانی قطع کردن، سویفت رو ازش گرفتن، کد سویفت رو ایران رو از دست بردن، اینا دیگه یک دونه نامه اعتباری برای وارد کردن دارو هم در واقع نمیتونستن بدن. یعنی خلاصه کلام این که چنان این اقتصاد ایران علارغم تمام تبلیغاتی که جمهوری اسلامی میکنه وابسته است و در هم آمیخته است با اقتصاد جهانی، که اونجایی که این سرانی که این رو کنترل میکنن وقتی تصمیم میگیرن نفس اقتصاد ایران رو میگیرن. درست، ما در یک وضعیتی بودیم که اقتصاد ایران طبق آمار خودشون در یک فروپاشی کامل بود، پشت به دیوار اینها بودن، درآمد نفتی ایران 40% قبل خودش بوده و تازه این هم آماری که اینها میگن واقعا چی که این 40% هم دستشون نمیومد به خاطر عدم دسترسی به شبکه های بانکی و مالی بین المللی، حتی اون چیزی که میفروختن نمیتونستن وارد ایران بکنن، در نتیجه اینها ناگزیر بودن که دست به یک عقب نشینی بزنن. دولت روحانی با این شعار اصلا روی کار اومد و یکی از عللی که باعث شد که بخشی از مردم در آخرین لحظه برن با آقای روحانی هم رای بدن همین مسئله بود که مطرح کردن ما مسئله تحریم رو در اولین کار خودمون در واقع میذاریم. این رو آقای روحانی در صحبت‌هایی که در مناظره‌های تلویزیونی هم کرده بود بارها و بارها این رو مطرح کرد که ما مسئله تحریم رو با به عنوان شروع کار خودمون حتما خواهیم بود. خب این تحریم جز با یک برداشتن این تحریم جز با یک عقب نشینی از طرف ایران نمیتونست باشه. عقب نشینی که الان شاهدش هستیم، اسمش رو میگذارن نرمش قهرمانانه، اسمش رو هر چیزی که دلشون بخواد میتونن بذارن، اصلا اسمش رو میتونن بذارن پرش قهرمانانه. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که بعد از هزینه کردن بیش از 100 میلیارد دلار برای پروژه های هسته‌ای ایران و تولید اورانیوم غنی شده 20% و 5% که معلوم نیست چه استفاده ازش میخوان بکنن، ایجاد تاسیسات زیرزمینی، ایجاد انواع و اقسام سانترها و مراکزی که سانتریفوژهای گوناگون توشون هستن، الان با همین اولین قراردادی که امضا کردن عملاً پروژه اتمی ایران متوقف شده و تمام این هزینه ها، تمام این بلاهایی که سر مردم ایران اومده در اثر این، الان معلوم نیست که هزینه‌اش رو کی باید پس بده. طبق معمول مردم ایران دارن پس میدن و این کسانی که اینجا هستن، آقای روحانی که خودش جزء شورای امنیت ملی بوده چندین سال، جزء کسانی بوده که از سران جمهوری اسلامی بوده و تمام این سیاست‌ها نقش داشته، اینا باید پاسخگو باشن که شما بالای 100 میلیارد دلار رو هزینه کردید که چی بشه؟ که برید یه همچین قراردادی رو امضا بکنید که پروژه هسته‌ایتون کاملا متوقف بشه و اون 20% هم که اورانیوم هم که با این همه زحمت و این همه هزینه درست کردید که معلوم نیست الان چیکار می‌خواید باید بکنید، باید تبدیلش بکنید در واقع به اوراق و بریزیدش دور. واقعا باید اینا رو کشید به دادگاه کسانی که مسئولین بودن. این یک واقعیته. خب در شرایطی که اینا خیلی خوب میدونستن که این عقب نشینی رو باید بکنن، از تاریخ هم درس گرفتن، میدونن که وقتی یک قدرتی کرنش میکنه اینجوری عقب نشینی میکنه در مورد فشاری که بهش در میاد، یک فضای تنفسی میتونه در کشور ایجاد بشه. ما در دوران ایران بارها شاهد این بودیم که یادتون باشه شکست دولت رضاخان در اثر ورود متوفقین در ایران چطور اینا یک فضای تنفسی ایجاد شد، اصلاحاتی که دوره شاه خواستن بهش دست بزنن دوران تنفسی کوتاه ایجاد شد که بلافاصله رژیم حاکم با دیکتاتوری شدید در واقع این رو سرکوب میکردن. اینها چون میدونستن که باید عقب نشینی بکنن در مقابل اینها، در مقابل امپریالیست ها و قدرت های بزرگ، دارن کاملا با روی کار اومدن کابینه آقای روحانی به جنبش های اجتماعی، به معترضین در ایران دارن میگن، از همون اول گفتن که ما سر این شوخی نداریم، در مقابل اونها کوتاه میایم و در مقابل شما هیچ کوتاه نخواهیم آمد. کابینه دولت آقای روحانی یک کابینه امنیتیه، 8 تا از وزرای اصلیش سابقه امنیتی و
زندان کردن و شکنجه کردن اینها دارند. وزیر کار و تعاون اجتماعیش آقای ربیعی کسی که دستجات حمله به سندیکالیستا و فعالین کارگری در ایران رو سازماندهی میکرده، آقای ربیعی که کردنش وزیر. آقای پور محمدی جنایتکار علیه بشریت رو کردن وزیر دادگستری. ایشون از کس هیئت سه نفره‌ای بوده که حکم های اعدام دهه خونین 60 و به خصوص تابستان 67 رو صادر کرده. اینا تصادفی نبوده که، یعنی آقای روحانی نمیدونسته، خودش که رئیس شورای امنیت ایران بوده برای 4 سال، نمیدونسته که این آدم هایی همچین سابقی دارن. دقیقا نه تنها میدونستن بلکه به قصد اینها رو آوردن و این کابینه امنیتی اومد که در مقابل امپریستا عقب نشینی بکنه، در مقابل جنبش های اجتماعی بیشترین فشار رو بیاره و این رو کنترل بکنه که مبادا این در واقع حالتی ایجاد بشه که بتونه دستشون کنترل بره بیرون. این همه فشار، این همه اعدام و این همه سرکوب و آزار ایزای فعالین اجتماعی به هیچ وجه تصادفی نیست و این در واقع نقشه هایی که اینها داشتن برای جلوگیری از اینه که خواسته های مردم ایران که زیر این فشار دارن واقعا یه جهنم زندگی میکنن بخوان اعتراض بکنن و غیره. از اول در واقع مسلسل‌های سنگین رو گذاشتن، این عقب نشینی که در مقابل آمریکا و کشورهای دیگه دارن میکنن رو با جهتگیری مسلسل به طرف مردم دارن ادامه میدن. به هیچ وجه تصادفی نیست، اینها دو سر یک سیاسته. این یک کابینه امنیتیه که اومده که در مقابل قدرت‌های خارجی عقب بشینه و این یک سانتی متر در مقابل خواسته‌های جنبش‌های اجتماعی به خصوص کارگران و حقوقگیران ثابت از یک طرف و جنبش‌های ملی که مثالش رو زدم عقب نشینی نخواهد. آقای فرهانی، یکی دیگه از موارد مهم بحث ملیت‌های ایران است. آقای روحانی بخشی در ریاست جمهوری به عنوان معاونت به قول خودش امور اقلیت‌ها انتخاب کرده و حجت الاسلام یونسی وزیر سابق اطلاعات باز هم یه چهره امنیتی رو به این سمت گمارده و ایشون یه مدت بحث می‌گرد که حتما باید اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های قومی همه در دولت شرکت داشته باشن و الان بحث جدیدش این است که ما قرار است به زودی زود پست‌های کلیدی رو بین ملیت‌های ایران به خصوص بلوچ، چون این سخنان رو در استان سیستان بلوچستان اظهار داشته، گفته بود که حتما بلوچ‌ها رو بیشتر در این پست‌های کلیدی به کار خواهیم گرفت. شما این مسئله رو چطور می‌بینید؟ البته خب یادمون نره که آقای روحانی در یکی از نخستین صحبت‌های بعد از ریاست جمهوریش گفته بود مثل خیلی از کوتاه فکران دیگه که ما ملیت‌های مختلف نداریم، کرد و فارس و ترک و نمی‌دونم نداریم، فقط یک ملت داریم، ملت ایران. خب شما این واسه چطور می‌بینید؟ ببینید، دولت آقای روحانی و همه دولت‌های جمهوری اسلامی در مورد برخورد به ملیت‌های ساکن ایران سیاستشون با دولت شاهنشاهیش فرقی نداره. سیاستی هست که از غلبه فارس‌ها دفاع می‌کنه، از شوونیزم فارس دفاع میکنه و کوچکترین عقب نشینی رو در مقابل خواسته های به حق ملیت های ساکن ایران که میخوان به زبان مادری خودشون حرف بزنن، میخوان روی سرزمینی که زندگی میکنن حق داشته باشن راجع به قوانینش نظر بدن، نوعی خودمختاری رو میخوان. همه کشورهای پیشرفته الان شما نگاه بکنید، اون جایی که مسئله وجود ملیت های مختلف در یک چارچوب جغرافیایی بوده، به یک نوعی از این جور خودمختاری رو دادن و یک واقعیتی که در مقابل اون دیر یا زود اینها هم باید عقب نشینی بکنن. تا اینجا صحبت هایی که آقای روحانی کرده، اولا صحبت هست، مثل اون 100 روزی که گفتن که مردم احساس خواهند کرد که چی میخواد بشه. من آخرین خبری که شنیدم و خدمتتون بگم که خودشون گفتن که 140,000 نفر کارگر دیگه در عرض ماه آینده بیکار خواهند شد. حالا از اینا باید پرسید که شما تاثیر این 100 روز آقای روحانی رو روی زندگی خودتون چی می‌بینید؟ بیکاری در واقع نتیجه بودی که خودشون دارن اعلام می‌کنن. اگر فرصت بشه، امیدوارم بشه، برمیگردیم به این برنامه کابینه، بودجه‌ای که مطرح کردن و وضعیتی که داره. درست؟ اول یه سری وعده وعید هست. دوم این که چطور می‌خوام پست‌های کلیدی رو به بخش‌هایی از ملیت‌ها بدن که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پست‌های کلیدی فقط به شیعه‌ها داده میشه و ملیت‌های ساکن ایران کردها و بلوچها سنی مذهب هستند. اینها کدوم یکی از این پست‌های کلیدی رو میخوام به اینها بدن؟ وزیر دادگستری که باید شیعه باشه، کاندیدای رئیس جمهوری که باید شیعه باشه، تمام پست‌های وزارت اصلی که اینها میگن باید اینها شیعه ها باشن. آیا آقای روحانی میخواد قانون اساسی جمهوری اسلامی تغییر بده و بر اساس اون پست‌های کلیدی رو بده، یا اینکه یک سری از آدم‌های وابسته به خودشون رو میخوان روی کار بیارن در یک سری پست‌های مدیر عاملی و غیره، اینها رو جا بدن به عنوان دکور و بهش نگاه کنن؟ کسی که میخواد برای مردم بلوچ یه سری اقداماتی انجام بده، این رو با اعدام یه سری آدم هایی که تو زندان
به اسم دفاع از حقوق خودشون در بعد مردم بلوچ بودن شروع میکنه. آیا با ادامه سیاست های اعدام های فرزاد کمانگری که آقای احمدی نژاد کرده بود و شیرکوه در واقع ادامه میخواد بده، اینا به نظر من یه سری مانورهای تبلیغاتی هست زیر فشار عظیمی که الان هستند. به محض اینکه اینها بتونن بسای خودشون رو با کشورهای بزرگ به پیش ببرن، فشار اقتصادی از روشون کمتر بشه، دلارهای نفتی دوباره برگرده به صندوق دولت، اینها این بازی ها اینها رو به نظر من کنار خواهند گذاشت و یک سری کارهای نمایشی رو انجام خواهند داد. چون این دولت بر اساس قانون اساسی خودش، این رژیم بر اساس قانون اساسی خودش هیچ مسئله ای برای ملی نداره و نمیتونه داشته باشه که هیچی، حتی توی اون قسمت هایی که فارس ها در واقع هستن بین شیعه ها سنیش فرق میذاره و پست های کلیدی، مقامات اجرایی مهم این دولت رو در اختیار اونها قرار میده، مگر اینکه آقای دولت روحانی این ادعا رو داشته باشه که از کنفیاکون میخواد بکنه این قانون اساسی رو و این رو بخواد تغییر بده. ما این سیاست ها رو قبلا هم دیدیم. خمینی هم مسئله مذاکره رو مطرح کرد، با لشکرکشی به کردستان تموم کرد. بعد دوره های مختلف، دوره آقای بنی صدر بود که اتفاق افتاده بود، دوره های دیگه هم ما دیدیم مذاکره رو با سران بخش هایی از اپوزیسیون ملیت ها مطرح کردن، با ترور اونها تموم کردن که مورد زنده یاد قاسملو، شرفکندی، اینا اینجا هستن، تازه هستن، این زخم های بازی هست که هرگز بسته نمیشه، برای اینکه نشون بده اینها ادعای مذاکره میکنن، ادعای مانور میکنن که یا با لشکرکشی یا با سرکوب و اعدام در واقع فعالیت ها بدن. اینا اصلا با این شروع کردن. الان شما آمار اعدام زندانیان سیاسی رو نگاه بکنید، بالاترین درصد رو فعالین جنبش های ملی دارن در ایران و این خودش به نظر من بیشتر از حتی اعلامیه و یا ادعایی که این دولت آقای روحانی میکنه ملاک کار هست. به نظر من وضعیت ملیت های ساکن در دوره آقای روحانی اگر بدتر نشه بهتر نمیتونه بشه، به خاطر سیاست های عمومی که در این رژیم هست. یک نکته دیگه هم که البته خودتون هم اشاره کردین، همین مسئله بودجه سال آینده دولت است. با توجه به شعارهایی که اینا میدن و بحث تفاهم جهانی است و توافقنامه ژنو، ما می‌بینیم که در بودجه نظامی خیلی زیاد بالا رفته، بودجه سپاه، ارتش و بخصوص بسیج، و از اونور بودجه دیگه به طرزی کم شده که یه مدت شاهد استعفای نماینده‌های خوزستان بودیم که البته ظاهرن استعفا رو پس گرفتن، اما استعفای نمایندگان کرد رو دیدیم. این مسئله رو چطور می‌بینید؟ اولندش اینو بگم که بودجه‌ای که اینها مطرح کردن، طرح عمومی شده دادن، باز مثل دوره آقای احمدی نژاد معلوم نیست که پولش رو از کجا می‌خواد بیاره. خزینه‌هاش روشنه، درآمدش معلوم نیست. همه رو موکول کردن به اینکه نتیجه این مذاکراتشون با این کشورها به کجا برسه. اولا اگه دو تا چهار تا بخوام حساب بکنیم، مذاکرات اینها 6 ماه ادامه پیدا خواهد کرد، درسته؟ ما الان اول دی هستیم، 3 ماه دیگه سال جدید ایرانی شروع میشه و اینها بودجهشون باید در واقع بعدش بره به مجلس و صحبت بکنن. یعنی هنوز این مراحل مقدماتی این صحبت ها تموم نشده، صرفا و صرفا در بهترین حالت دولت جمهوری اسلامی روی آزاد شدن بین 6 تا 7 میلیارد دلار نفتی خودش میتونه حساب بکنه، نه بیشتر از این، تو این 6 ماهی که این مذاکرات داره ادامه پیدا میکنه. با این 6 7 میلیارد دلاری که صحبتش میشه در بهترین حالت 7 میلیارد، در بدترین حالت میگن 4 و نیم میلیارد هست، چجوری میخوان این کسر بودجه خودشون رو جبران بکنن؟ چطور میخوان این هزینه هایی رو که اعلام کردن تامین بکنن؟ به نظر من جون بودجه اولی که آقای روحانی داره میبره یکی از بودجه هاست که بیشترین، با فاصله زیاد، بیشترین کسر بودجه رو به طور واقعی خواهد داشت. ولی همه اینا مانع از این نشده که در همین طرح بودجه‌ای که دادن بیشترین افزایش بودجه رو اختصاص بدن به دستگاه‌های سرکوب. از 50% بودجه سپاه افزایش پیدا کرده، 30% بودجه ارتش افزایش پیدا کرده، که وقتی شما این تورم 30-40% رو که نمیگن نگاه بکنید، می‌بینید که تنها نهادهایی که بودجهشون به طور واقعی افزایش پیدا کرده سپاه و ارتش هستند، و البته بودجه تبلیغات هم هست که اگر فرصت بشه راجع به اون ما صحبت میکنیم. این از این طرف. از طرف دیگه یه سری دلارهای دست جمهوری اسلامی هست و اینها درست سیاست احمدی نژاد رو دارن ادامه میدن، دارن مانع از این میشن که
فروریزش ارزشی که ریال نسبت به دلار پیدا کرده و ارزهای جهانی پیدا کرده در سال آخر آقای احمدی نژاد، این دوباره تعادل پیدا بکنه. و وقتی که با خوشبینی هایی که نسبت به این مذاکرات ایران با قدرت های امپریالیستی شروع شده بود، ما دیدیم که دلار شروع کرد قیمتش پایین اومدن که به طور مستقیم روی قیمت ها توی ایران میتونه تاثیر بذاره. شما میدونید یکی از دلایل اینکه تورم در ایران جهنمی هست اینه که ما بخش اعظم مایحتاج خودمون رو در دولت خودکفای اسلامی از خارج وارد میکنیم. گندم از خارج، دیگه برنجم از خارج، مرکبات از خارج، همه چی از خارج، مرغ و گوشت و هر چیزی که شما فکر بکنید از خارج هست. و در نتیجه دلار هست که رابطه قدرت خرید ریال با دلاری که قبل از هر چیزی مسئله تورم در ایران و قدرت خرید در ایران رو تامین میکنه. خب وقتی یه سری خوشبینی هایی شد، دلار شروع کرد پایین اومدن. چه کسی علیه این حرف زد و بازار رو عوض کرد؟ رئیس بانک مرکزی آقای روحانی، مصوب آقای روحانی، به اصطلاح منصوب شده آقای روحانی، که قطع مقدرس. و اون وقت یادمون نره همین ها بودن که به دولت احمدی نژاد اعتراض میکردن شما چرا جلوی پایین اومدن ارزش ریال رو نمیگیرید؟ برای اینکه میخواهید از طریق فروش دلارهایی که دستتون هست کسر بودجه خودتون رو به طور ریالی تامین بکنید. این حرفی بود که متخصصین اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در جناح مخالف احمدی نژاد بودند، دوره‌ای که دلار به شدت شروع کرد رفتن بالا و ریال فروزش کرد، ریزش کرد، بهش گفتن. درست؟ همون کارو دارن میکنن. یعنی در زمینه ارزی هم تفاوتی بین سیاست اینها و اونها نیست. دلار رو میخوان بالا نگه دارن که به محض اینکه این پولهاشون آزاد شد بتونن از طریق بازی با این نرخ رسمی و نرخ آزاد بازار یک مقداری از این کسر بودجه خودشون رو جبران بکنن. یعنی خلاصه کلام این که این بودجه‌ای که اینها دارن مطرح میکنن، یک، فقط و فقط بخشای امنیتی سپاه و ارتش هستن که قدرت خریدشون ثابته. این نشون میده همون تایید حرف قبلی منه که اینها در کنار نرمش قهرمانان سرکوب و خشن رو میخوان ادامه بدن. سرکوب وحشیانه باید گفت، نرمش قهرمانانه در برابر قدرت‌های خارجی، سرکوب وحشیانه در برابر مردم. نیروهای خودی. درست؟ این بودجه رو که دارن میارن این رو داره تعمیم میکنه. اون جایی که باید به مسائل دیگه برسه، به حقوق کارمندان دولت و غیره برسه، از الان دارن میگن. آقای ربیعی الان میدونید دیگه، به سنت همیشگی کمیسیون تعیین حقوق حداقل داره تشکیل میشه، مثل سابق، مثل دوران گذشته و به خصوص مثل دوران احمدی نژاد، خبری از حضور نمایندگان واقعی کارگران در این نیست و اینها آدمای خودشون جمع کردن که راجع به این حقوق صحبت بکنند. و آقای ربیعی هم وزیر کار آب پاکی رو دست همه ریخته، گفته اصلا فکر این که حقوق حداقل افزایش قابل توجه پیدا بکنه طبق قانون خودشون که باید متناسب با تورم حداقل در مورد کارمندان مستخدم دولت، کارگران دولتی، باید طبق اصل 41 قانون استخدام کشوری باید با تورم این متناسب باشه که سال آخر آقای احمدی نژاد رعایتش نکردن، گفتنم که نمی کنیم. آقای ربیعی هم از الان داره میگه که اصلا اینو باید عوض کرد، این قانون درست نیست، این رو باید عوض کرد. ما به جای اینکه حقوق حداقل رو ببریم بالا، تورم رو پایین میخوایم بیاریم، که تو این سه ماهی که بوده 10% این تورم رفته بالا و معلومه که این مسئله افزایش حقوق حداقل هم یک خواب و خیال هست. در نتیجه حقوق کارگران و حقوق ایران، قدرت خرید کارگران و حقوق ایران ثابت در اثر این بودجه اینها و سیاستاشون باز هم پایین‌تر خواهد اومد. یک نکته هم که هست اینه که آقای احمدی نژاد یکی از مصوبه‌های آخری که امضا کرده بود مسئله حق مسکن بود، که این مسئله حق مسکن پول می‌خواست پخش بکنه عملاً توی یه بخشی از مردم، برای اینکه فکر می‌کرد که کاندیدای خودش میاد توی انتخابات و غیره. این رو تصویب کرده بودن که یک کمی کمک میکرد به بالا رفتن قدرت خرید کارگران و حقوق ایران ثابت. یکی از اولین تصمیمات دولت روحانی بود که مصوبه افزایش حق مسکن رو گذاشت کنار و اجرا نکرد. حق نهار، عیابزا و لباس کار رو گذاشتن کنار. از طرف دیگه تا اونجایی که به حقوق صنفی کارگران مطرح میشه، طرح استاد و شاگردی رو که در دوره آقای احمدی نژاد به صورت آزمایشی مطرح شده بود، که من صحبت کردم راجبش، فکر می‌کنم توی تلویزیون شما هم راجبش صحبت کردیم، که یک قانون قرون وسطایی هست که عملاً کارگران کارآموز نوجوان رو کتبسته در اختیار کارفرما قرار میده که به مدت حداکثر 2 سال بیگاری ازشون بکشن. نه دستمزد بهشون داده میشه، نه حق و حقوقی دارن، نه مشمول بیمه اجتماعی میشن و غیره و غیره. کاملا اینها رو 2 سال میتونن به بهانه اینکه دارن بهش آموزش میدم ازش بیگاری بکشن رو سراسری کرد و این رو اعلام کردن که در سراسر کشور این رو اجرا خواهند کرد. با یک چنین سیاست هایی
با یک چنین وضعیتی آن چیزی که از این بودجه در انتظار مردم ایران هست کاهش بازم بیشتر به اصطلاح قدرت خرید مردم هست که به قول خودشون دیگه اقشار میانی هم فقط کارگرها و حقوق بگیران پایین دست نیستن، بلکه اون چیزایی که اینا خودشون بهشون میگن اقشار میانی هم اونها هم دارن به سمت پایینتر رانده میشن و قدرت خرید اونها هم پایینتر میاد. این بودجه در این چارچوبی که من دارم نگاه میکنم بزرگترین کسر بودجه رو خواهد داشت و اصلا اجرا نخواهد شد. بله. یک نکته دیگه هم که تا وقت تمام نشده بهش اشاره کنیم، بسی بود که آقای روحانی و تمام مشاورین و معاونین اون بس رو کردن که دولت قبلی فسادهای زیادی داشته، دولتی که آقای خامنه‌ای میگفت که از رفسنجانی هم به من نزدیکتر از رئیس جمهورش. این مسئله چطور میبینید؟ ببینید فساد و دولت‌های جمهوری اسلامی اصلا دو روی یک سکه. آیا شما دوره‌ای رو به خاطر میارید که یک دولتی در ایران روی کار باشه و یک پرونده مالی فساد وجود نداشته باشه؟ یک دوره رو شما به من نشون بدید که ما نشنیم که چند میلیارد دلار گم شد. یادتون هست آقای غرضی رو وزیر نفت اون موقع، آقای رفسنجانی رو که یهو میگفتن که 8 میلیارد گم شد. یادتون هست کامیونی که با 18 میلیارد پول نقد و طلا و شمش در مرز ترکیه گرفتن که معلوم نبود این پول از کجا اومده. مسئله‌ای که الان هست اینه که دولت احمدی نژاد از اونجایی که بخش برنامه رو از بین برد، جلوی آمار غیره هم گرفت و عملا با پول پخش کردن بین اطرافیان خودشون رکورد شکنی کرد انظر دادن پول و پول مستقیم، پول نقد مستقیم، و دیدیم که نقدینگی در دوره احمدی نژاد چه افزایشی داشت و چه وضعیتی رو ایجاد کرد که خسارت تورمزاش رو به طور مستقیم ما خودمون دیدیم توی این. واقعیتش اینه که در تمام دولت‌های جمهوری اسلامی مسئله فساد مالیاتی وجود، فساد مالی وجود داشته. قدرتمندان، وزیرها و غیره از انواع اقسام شکل‌ها استفاده کردن، از طریق برادر، خواهر، پسر خاله، دختر خاله، آدم‌های دور و بر خودشون پول‌های خودشون جمع کردن. این آقازاده‌ها محصول فساد مالی در این دولت‌ها هستند و این مختص آقای احمدی نژاد نیست. آمار ارقامی که دارن میدن به نظر میاد که دوره آخری آقای احمدی نژاد رکورد شکن بوده در این فساد. وضعیتی که در سازمان بیمه‌های اجتماعی بوده که خوب بعداً یه فرصتی باشه وقتی اطلاعاتمون دقیق‌تر شد بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم، داره نشون میده که به نظر میاد که ابعاد این فساد در آخرهای دولت احمدی نژاد بی سابقه بوده. ولی این تکرار میکنم به هیچ وجه مختص دولت آقای احمدی نژاد نبود. یادمون نره همین آقای احمدی نژاد رکورد شکنیش مختص اون بود. دقیقاً. تازه اگه ثابت بشه باید دید، چون ببینید ما در دوره‌ای داریم ثابت میکنیم که دلار 3000 تومانیه. اون موقعی که آقای رفسنجانی فسادهای مالیش بود دلار زیر 1000 تومان بود. با دلارهای ثابت باید اینها رو به هم دیگه مقایسه کرد. اون چند میلیاردی که آقای غرضی ازش گرفت و این شرکت‌های تلفنی موبایل رو از آن خودش کرد که معلوم نشد از کجا اومده، اون رو با اون دلار مقایسه بکنیم با احمد نژاد، من نمیدونم که کدوم اینا فاسدتر بودن. هر دو بدترن در واقع اگر بخوایم بگیم، بد و بدتر نداریم ما بین اینها. همه وقتی که آمارش اومد میشه بیشتر دقیقتر روی این صحبت کرد، ولی فساد ذاتی یک دولت راندخار در ایران بوده. هیچ نوع حسابگری وجود نداشته، هیچ دوره چیز کنترلی وجود نداشته و فکر میکنم حد اکثرش اینه که آقای احمدی نژاد یک مقدار رکورد شکنی کرده و الا فساد در همه اینها بوده و آقای احمدی نژاد در افشای فسادهای دولت رفسنجانی بود که رأی بخشی از مردم رو گرفت. این رو از یاد نبریم. بله. خب با تشکر از صحبت‌های شما متأسفانه به پایان برنامه امشب رسیدیم. خب بسیار سپاسگزاریم از اینکه مثل همیشه لطف کردیم و در برنامه امشب ما حضور پیدا کردیم. خیلی ممنون از این فرصتی که به من هر شب وقت میدید. خب بینندگان عزیز به پایان برنامه امشب رسیدیم. تا فرصت دیگه که در خدمت شما عزیزان باشم، شب خوش و بدرود. چرا فهمیدم؟ Thank you.